بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه سورة أنعام آية 38 بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون خداوند رحمان در آیه 38 سوره انعام می فرماید و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده‌ای که با دوبال خود پرواز می کند مگر آنکه آنها نیز گروه‌هایی مانند شما هستند. ما هیچ چیزی را در کتاب فروگذار نکرده ایم. سپس همه به سوی پروردگارشان محشور خواهند گردید. قرآن توجه خاصی به زندگی حیوانات دارد و از یادآوری خلقت، شعور و صفات آنها در راه هدایت مردم استفاده می کند. و فی خلقکم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون سوره جاسیه آیه 4. نکته مهمی که در چنین آیات قرآنی وجود دارد این است که توجه به محیط زیست و موجودات دیگر از اخلاق و طبیعت انسان خداپرست است. چنین انسان به همه موجودات و محیط زیست خود به عنوان مخلوقات خداوندی نگاه می کند و برای آنها حق حیات و بهره‌گیری از نعمتهای الهی را اعتراف می کند. این فرموده خداوند که هیچ جنبنده در زمین نیست و نه هیچ پرنده‌ای که با دوبال خود پرواز می کند مگر آنکه آنها نیز گروه‌های همانند شما هستند به روشنی دلالت دارد بر اینکه همه حیوانات درک و شعور دارند، هرچند ما انسان‌ها از درک و شعور آنها خبر نداریم. در روایات و تجربیات انسانی هم نمونه‌های فراوانی درباره شعور و درک حیوانات به چشم می‌خورد و برای یافتن شباهت‌ها و آشنایی با زندگی حیوانات باید اندیشه و دقت داشت. بنابر تفسیر امام فخر رازی، همانندی حیوانات با انسان حداقل در 3 جهت است. جهت اول در معرفت، توحید، تسبیح و تحمید خداوند. حیوانات خداوند را به تناسب درک و شعورشان می شناسند و یگانگی او ایمان دارند. او را به پاکی یاد می کنند و در برابر نعمتهایش حمد و ثنا می خوانند. جهت دوم در طلب کردن رزق و روزی، شناخت جنسی همدیگر و جفتگیری و ازدیاد نسل. و جهت سوم در محشور شدن در روز قیامت و حسابرسی حقوق. توجه کنید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در یک حدیث شریف فرمودند کسی که گنجشکی را بی جهت و بی خود بکشد آن گنجشک روز قیامت شکایت کنان وارد خواهد شد و به خدا عرض خواهد کرد: پروردگار من، این انسان مرا بی خود و بی جهت به قتل رساند، از من هیچ سود و نفعی نبرد و مرا هم رها نکرد تا از ریزدانه های زمین بخورم.
از آیات و روایات و مشاهدات برمی آید که شعور ویژه انسان نیست. اینکه می فهمد این شخص نامش سلیمان، این بالاتر از غریزه است. حضرت سلیمان همراه با سپاهیانش از منطقه می گذشتند. مورچه‌ای به دیگر مورچگان گفت فوری به خانه هایتان بروید تا زیر پای ارتش سلیمان نابود نشوید. شناخت دشمن جزء غریزه مورچه هست، ولی اینکه میفهمد این شخص نامش سلیمان و همراهانش ارتش اویند، این بالاتر از غریزه است. هدهد در آسمان از شرک مردم زمینی آگاه شده و نزد سلیمان گزارش می‌دهد که مردم منطقه سبا خداپرست نیستند. شناخت توحید و شرک و زشتی شرک و ضرورت گزارش به سلیمان پیامبر و مأموریت ویژه پیامرسانی مسئله بالاتر از غریزه است. اینکه قرآن میگوید همه موجودات تسبیح گوی خدایند ولی شما نمیفهمید، تسبیح تکوینی و عملی حیوانات نیست، زیرا آن را ما میفهمیم. پس قرآن تسبیح دیگری را میگوید. در آیات قرآن سجده برای خدا به همه موجودات نسبت داده شده است، ولی لایسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. نمونه دیگر این که پرندگان در رزمایش حضرت سلیمان شرکت داشتند. حرف زدن پرندگان با یکدیگر و افتخار سلیمان به این که خداوند زبان پرندگان را به او آموخته است، از جمله نشانه های شعور حیوانات و پرندگان است. آیه و اذا الوحوش حشرت، یعنی در روز قیامت حیوانات وحشی و حیوانات محشور خواهند شد، محشور شدن حیوانات را در قیامت مطرح می کند و جزئیاتش را در اون حدیث گنجشک با هم شنیدیم. آیه و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه، یعنی تمام پرندگانی که بالهایشان را باز می کنند همه اونها نمازشان و تسبیحشان را می دانند، این نشانه شعور و عبادت آگاه حیوانات است. و یک نکته دیگر اینه که اسلام از ذبح حیوان در برابر چشم حیوان دیگر نهی کرده است که این نشانه شعور حیوان نسبت به ذبح و کشتن و خون ریختن است. و نکته آخر این که وجود وفا در برخی حیوانات از جمله سگ نسبت به صاحب خانه و فرزندانش برای همگان روشن است. تعلیم سگ شکاری و سگ پلیس برای کشف قاچاق مواد مخدر یا برای خرید جنس و کمک کردن نشانه آگاهی خاص آن حیوان است. پس ما که انسان هستیم و با داشتن درک و شعور بالا از همه موجودات ممتازیم، درک و شعور داشتن موجودات دیگر را بپذیریم و با آنها درست برخورد نماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.